رادیو و وب تیوی همسفر تقدیم می کند از هر دری سخنی خبر هنر فرهنگ کتاب شعر موسیقی تنز سیاست در برنامه از هر دری سخنی تهیه و اجرا هلن از هر دری سخنی خب خانم هلن عزیز بسیار 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 به استودیو بس خوش آمدید سپاسگزارم درودی دارم خدمت شما و خدمت همه عزیزان امید که گلو درد و اینا همه خوب شده باشه گلو درد در یک ماه و نیم من دارم <applause> این صرفه کردناش باید خانم هلن اتفاقا آه آه من آه قابل توجه که پوزش بخوام برای اینکه من هفته پیش نتونستم بیام و به آقای آزادی هم گفتم الان قبل از برنامه صحبت میکردیم یعنی سرفه های من پنج ثانیه ای شده بود مثل دیدی آدم میخواد بچه به دنیا بیاره درد, درد زایم دقیقه گریسی دیگه بود و بیمارستان <applause> یعنی حتی اگه من یه رو مثلا یک صرفه میکردم باز خب طبیعتا مسئله نبود حالا پوزش میخواستم <applause> یه جور روبرا. ولی های شدید برای همین دیگه یه ذره سخت بود خلاصه نه خواهش من در سال آرزو ما این سلامتی شما هستش سلامت که بسیار خوشحال هستیم م. که شما در کنار ما هستید مرسی لطف منم واقعا به قصودی ساکناتون کرده بودم خواهش هم لطف دارید همه دلت عزیزان و همه کسایی که به من لطف دارن خب چه خبر از دنیا <تصفح> <تصفح> والا این دنیاش که خیلی دنیای ناجوریه ولی من خوشحالم که بعضی اوقات ببین یه چیزایی رو من میخوام امروز به شما بگم شاید مثلا بعضی از شما فکر کنی که همون جریان داری جان اپلونی بشه <متصفيق> که مثلا فکر فل... من کلا بارها هم گفتم اونایی که منو میشناسن میدم من آدم منفی نیستم ولی راحتم گول نمیخورم خوشبختانه یه چیزایی قبلا شنیدی که این جریان هفته پیش که من نبودم طبیعتا این هفته... این جریان مال یه هفته ده روز اخیره ولی حالا بد نیست که گفته بشه راجع به این پرونده آقای لاریجانی که 76 تا پرونده بانک تو بانک 63 تا حساب داشته, داشته آره ما, ما هم ملیارد دقیقاً. دقیقا پول بعد کلی سود پول رو پولا می اومده خلاص از این صحبت ها البته خانم حالا آره از خدا رو خوش نمیاد ولی داداشش اومد گفت نه اصلا این چیزا اشکالی آه. نداره اصلا اینا همه از این نه دیگه شوان. مگه آقای احمدی نژاد اونقدر برد ببین یه برآوردی کردن حالا حرف تو حرف میاد این بگم یه برآوردی کردن دیدن جنگ سوریه در طول این چند سال خرجی رو که برداشته شاید نصف اون خرجی بوده که یعنی اون پولی بوده که آقای احمد اینجا اختلاس کرده آقای احمد اینجاد گروهش یعنی فکر کنیم مثل مثلا ما هشت سال جنگ داشتیم بای بای یعنی همچی چیزی خب وقتی کاری با اون ندارن با اینم کاری ندارن اما حالا به قول سویدی چرا یوست الان چرا یه دفعه آقای محمد صادقی مثلا نماینده مجلس ببین حریف شدن با بردر لاریجانی کم چیزی نیست شما الان به یه رئیس میگی بالا چش تبرود بیچارت میکنن باز خود پدرشون بیام آره آقای آزادی... از یه شروع میشه بعد البته آدم میتونه یه ذره کنه آقای آزادی اینها به خاطر خیر ملت نیست منو ببخشید من آدم منفی نیستم اما شما میدونی منم هم میدونم همین آقا یک نواری ازش اومده حالا من نمیگم حالا اون خمینی رو دوست داشت گریه زاری میکنه برای خمینی نواری خمینی هم نشسته اونجا پسر این آقای احمد آقا می با هم میزنن از اسم خمینی که میاره ببین اصلا مسئله من نیست یا آقا اعتقاد داره وابسته است هرچی اما حالا چرا یه دفعه این پرونده رو میشه شما نمیدونم برنامه آقای خزعلی رو شنیدین یا نه آقای خزعلی بیا برنامه خیلی چیز جالب اشاره کرد که من واقعا فکر میکنم ماها خیلی راحت از کنارش گذشتیم مثلا این آقای آقای خزعلی برگشت گفتش که شما همه دیدین زمانی که مسئله اون آستان تولیت امام رضا شد آقای خامنه ای آقای رو به نام آقای رئیسی انتخاب کرد آیت الله رئیسی که داماد آقای همین علم الهدای بیکلاست. است که یعنی باید به پای خیلی هاشون نماز بخونی آقای علم خود از اونا رد کرده اما حالا چرا این کاری کردن؟ این آقای چیزم هم خیلی راحت برگشت گفت ببینین الان آقای همین لاریجانی جانی و بزافه همین آقای روحانی از دید آقایون مله ها هم به خاطر سنشون هم به خاطر تواناییاشون اینا دو تا کاندیدای اصلی بودن برای جانشینی بعد از خامنه ای خب؟ آقای خامنه‌ای میاد تولیت آستان قدس رضوی رو میده به کی به رئیسی میخواد از رئیسی به عنوان محلل استفاده کنه یعنی چی یعنی آقای رئیسی بعد از آقای خامنه‌ای میشه رهبر طبق قوانین شیعه میدونی که ایشون نمیتونه بگه از الان من نیستم مشتبا پسرم بیا چون موقع سلطنتی میشه آه. و این صداشو در میاره بنابراین میاد چکار میکنه یه محلل میذاره محللش کی آقای رئیسی بعد از آقای خامنه آقای رئیسی میشه رهبر ایشون هم یه دو ماسه ماه سه ماه پنج ماه شش ماه یه سال شد.م هم تو پست بمونه بعد میگه آقا من نمیتونم ناتوانم حالا به هر دلیل من مشتبه خامنه ای رو جانشین میکنم <applause> خب این به خاطر اینه عزیز من وگرنه اینا میخوان الان لاریجانی رو خراب کنن چرا یه دفعه خبر در اومد این خبر خبری نبوده که بیا تو دست آقای محمد صادقی بعد آقای محمد صادقی قصر در بره اینا میخوان اینم از طرف بعید نمیدونم طرف خود مشتبا باشه شاید آقای خامنه هم خبر نداره شاید اطرافیانن شاید سپاه هست. من نمیدونم ولی میخوان آقای لا... این آقای لاریجانی رو فعلا بدنام کنم میگن دزده اختلاسگر پست ریاست جمهوری هم که تو این چهار سال آقای روحانی رو حسابی خراب کرد یعنی نشون داد لیاقت نداره دیگه مم. وقتی کسی نمیتونه حتی یه وزیرشو درست باش برخورد کنه که آقای وزیر میره یه آخوند بهش میگه کار نکویم بلند میشه وزیر رو جابجا جا میکنه به جایی که ببره اونجا این آقا رو بکشه زیر سال به تو چه مربوطه آقا این وزیر من بوده این حق داره نظر بده وزیر ارشاد من. ببینین روحانی رو یه جور خراب کردن که بگن لیاقت نداره ضعیفه آقای لاریجانی رو الان یه جور خراب کرد حقش بوده ها من نمیگم من دفاع ازش نمیکنم ولی اینا همه دلیل برای اینکه اینا میخوان مشتاق رو بیارن سرکار ببینید سال 88 وقتی که ما اینجاییم ولی اون جوون ما که برگشت گفت مشتبه بمیری رهبری فکر می‌کنی این حرف از کجا در اومد این جریان مال الان هم نیست این برنامه ریزی طولانی مدته خلاصه حالا من خودم فکر میکنم این یکی اینه یکی این که این سخنان آقای زیبا کلام رو نمیدونم شما یا شنیدید یا نه این آقای زیبا کلام به نظر خیلی زیبا کلامه خیلی هم سعی میکنه یه جورایی مثلا نشون بده که آدم منصفیه رو پرچم اسرائیل نمیره رو پرچم آمریکا نمیره میپره میپره به در و دیوار و میله ها رو میگیره میره بالا به خاطر که نشون بده من آدمی نیستم پا رو پرچم حالا بعد اینا جالبی که تو همه جا پخش میشه یه نفرم اونجا هست که اینو فیلم برداری میکنه تو همه سایت ها میذارن یه سری هم از این آدمایی که تو آمریکان گول میخورن و هر دقیقه اینو نشون میدن این آقا من اصلا من بارا به شما گفتم اینا یه سوپاپ دارن سوپاپ اطمینان این آقای زیبا کلام یکی از اوناست ببین ورزشکار میخواد از ایران بیاد بیرون اینا هزار بار پوستشو میکنن اینا میدونن این آقا داره میره پارلمان انگلیس بریتانیا صحبت کنه ولی باش کاری نداشتن چرا چون میدونن حرفایی که میزنن به و من بسیار بسیار از آقا عصبانی ناراحتم ایشون برمیگرده میگه ما 100 تا زندانی سیاسی داریم باورتون میشه بعد مقایسه میکنه میگه ببینی ما در زمان شاه سی میلیون جمعیت بودیم یه چیز حدود مثلا 1500 تا 4500 تا حالا رقمش ولی از 1500 به بالا گفت ما زندانی سیاسی داشتیم اگه اشتباه نکنم بین 4 5000 تا هم گفت 1500 تا هم ولی الان ما در جمهوری اسلامی 80 میلیون جمعیت داریم ما 100 تا زندانی سیاسی داریم شما میتونید باور کنید بعد این آقا اشاره نمیکنه ما زندانی سیاسی نداریم ما سال 868 چند چند تا آدم کشتیم چرا به اونها اشاره نمی کنی؟ چرا به این اشاره نمی کنی؟ من نمیگم کل 80 میلیون ولی ما 70 میلیون الان ایرانی مگه زندانی سیاسی نیستیم؟ مگه ما 70 میلیون ایرانی الان تو اون مملکت زندان نیستیم؟ نه حق انتخاب لباس داریم، نه حق انتخاب جفت داریم، نه حق انتخاب چه میدونم تو خیابون رفتن داریم، نه منظورم جفت که میگم نه, نه که نه منظورم نه که دارم. بریم تو خیابون با یکی راه بریم. نه حق انتخاب پوشش لباسمون داریم، نه حق انتخاب چه میدونم طرز تف... 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 تفکرمون رو بیان کنیم داریم. بعد شما اینا رو زندانی نمیدونین؟ زندان فقط همینی که حتما باید توی سلول بکنن کسی رو که داریم بیش از اینام داریم بعد شما اینقدر به قول سودا ماگه داری که پلا می میری توی بریتانیا میگی که نه جمهوری اسلامی نباید سرنگون بشه باید قدم به قدم درست بشه اصلاح بشه تا زی... تا... اینا چیزن دیگه اصلاح طلبان دیگه خب آصد... آخه ببین آقای آزادی من بارا گفتم چی رو اصلاح کنین شما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو خوندین شما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو برید اگه کجاش میخوای عوض کنی چند تاشه چند خم... چه میرم متممش چه چند بندش و یا مادش رو عوض کنی آخه مگه میشه هم چی چیزی بارا من گفتم سری که تاسه که نمیشه بردش آرشگاه اصلاحش کرد که سر جمهوری اسلامی تاسه و بعد این آقا برمیگرده میگه که آره ما 100 تا زندانی سیاسی داریم ما 100 تا زندانی سیاسی داریم واقعا خجالت امروز هم آقای روحانی برمیگرده میگه که به مناسبت روز دانشجو ببینید دانشجوهای ما میان حرف حرف میزنن ولی زمان شما ما نمیتونستیم حرف بزنیم کدوم دانشجو حرف زده آره خیلی زور داشت دانشجوهایی که شما از بالا پرت کردین گفتین یا زهراینه تقدیم میکنین به شما از طبقه 4 منداختین پایین کشتین اون دانشجو حرف زد خیلی راحت اومد برگشت گفتش که چیزی آره خیلی راحت با از, از برکت شما میان سخنرانی میبرد از آره ولی امدوست. هیچ کدوم اشاره نمی اون دانشجو که از طبق چهارم پنجم به اسم زهرا تقدیمش کردیم به زهرا و فاطمه از اون بالا انداختیم کشتین آره بله. این همه ستار بهشتی که یه چیزی که دیگه تو زن همه مداله هزاران که ما یادمون نیست اسمشون هم نمیدونیم یا فراموش کردیم متاسفانه ولی شما برمیگردیم میگی ما صد تا زندانی سیاسی داریم مردم اونجا همه زندانن مردم غمگینن مردم متاسفن مردم بیچارن مردم گشنن بعد شما پا میشی میری اونجا که چی من گفتم بارا به شما اینا سوپا پتمینان جمهوری اسلامی و متاسفانه یه دم از همین خبرنگارای ایرانی که ببخشید دیگه فسیل شدن توی آمریکا نشستن این گزارش میدن آقای زیبا کلام کو آقای زیبا کلام سال 67 68 شما چقدر کشتی شما اصلا تو, مج... تو بریتانیا گفتی ما چقدر حالا مجاهد بود کمونیست بود هر چی بود ایرانی بود یا نه خاورانه چرا ازش صحبت نمی کنی دقیقا متاسفانه اینه دیگه این آقای خزعلی پدر همین خزعلی ها که واقعا جای تاسفه این هم برگشته گفته که من آرزو و علاقه به سرنگونی شاه داشتم چون ایشان در سفری که به قوم داشتن گویا اون زمان شاه رفته بود قوم برگشته به اینا گفته که این آخوندا مفتخورن و عقلشان از 1400 سال پیش تا کنون پیشرفت نکرده خدا برای خدا همی... با... اگه یه حرف درست زد که باید با تلا نوشتش اونم این بودی آقای شاه آره به خاطر همین برگشته گفته که من آرزو داشتم که سرنگون بشه چون این حرف زده بود دل منو شکنده بود این هم از آقای خزالی آره یه آقای به نام یه آیت الله یعنی به نام محمد اسحاق فیاض یکی از چهار مرجع مشهور نجفه همین نجفی که اینا میدادن به پابوسش چهار تا مرجع دار این یکی از مرجعهای بزرگشه حالا ایشون برگشته در رابطه با مسئله حجاب در ایران اینم ببین فهمیده کوس رسوایی اینا در اومد اینم فهمیده برگشته با رئیس رئیس قوه قضایی ما رو دیده و شروع کرده باش صحبت کردن و گفته بوده که به, زور و اجبار به کارگیری زور و اجبار در مسئله ترویج حجاب جالب نیست موثر نیست این بابا خودشم آیت الله گفته این مرجع تقلید عراقی برگشته با آقای لاریجانی گفته من سه تا پیشنهاد به شما در مورد هجاب میدم که اینا رو انجام بدین مردم خودشون علاقمند بشن مثلا تو ترکیه خیلی خانم ها حجاب دارن خیلی زیاد هم هستن خودشون دوست داشتن سر کردن یا همین الان اینجا شما تو سوئد نگاه میکنین خیلی ها خودشون تو آلمان میری اینا کسی مجبورشون نکرده یا جامعه بعد برگشته سه تا پیشنهاد لاریجانی داده گفته که پیشنهاد اولش اینکه استفاده مناسب از ظرفیت رادیو و تلویزیون و رسانه های گروهی بر ترویج حجاب یعنی میگه که شما بیان اینو به عنوان یک یک به اصطلاح مطلب درست اینو تو درباره صحبت کنین از به اصطلاح مزراتش بگین از به اصطلاح از اینکه چقدر میتونه برای یک زن مفید باشه چه چیز داره مفید اثرات خوبی داره تو زندگیش بعد از دین بگین اینو به شکل علمی اجتماعی اعلام کنید که طرف خودش علاقمند راقب بشه به این کار این پیشنهاد اولش بوده پی... یعنی از رادیو تلویزیون به این شکل استفاده کنیم بعد پیشنهاد دومش این بوده که ب... پرهیز از بکارگیری زور و اجبار در امر ترویج یعنی اگر شما تو خیابون نرین خانما رو بزنین دعواشون کنی چرا حجابت اومده پایین چرا روسریت اینجوری چرا اینجوری حتی اگر بی حجابم میبینی نباید با زور و با دعوا خب البته حرف جالبیه ولی امیدوارم که ام، میگم اینا عمل کنن بعد پیشنهاد سومش هم این بوده که شما بازگشت علما و وعاز به جایگاه تاثیرگذار سابق خود در تربیت دینی جامعه و پایان دادن به میدانداری و میدانداری دیگر, دیگر اصناف به جای علما و مجالس و مجامع دینی یعنی چی؟ یعنی خیلی آقا این آقا رک و پوسکنده برگشته گفته که آقا و آز و عالمین و آخونده و روحانیا اینا بایستی جامعه رو تربیت دینی کنه یعنی از اسناف و از بازار بیان بیرون طرف رفته شکر وارد میکنه آخونده ها <applause> اون یکی باور کنین اون یکی آخوند جوراب استالایت کارخونه جوراب استالایت رو گرفته اون یکی آخوند میدونی شرکت کندومسازی در ایران داره اینا همه لیستاش هستا گفته آقا با و عالم به قول خودشون علمای های و اینا نبایستی برن تو اصناف نباید برن توی این مجال اینا باید توی مجالس دینی و علمی و دینی باشن که بتونن از این طریق روی مسئله حجاب تأثیر بیشتری داشته باشن خب من وقتی میبینم یا آخوند به من میگه حجابت تفس اینجوری و بعد می خودش میره کلا برداری میکنه اسناف داره شکر میفروشه چه اون جنس میفروشه و بعد دروغ میگه قیمت بالا میبره نامردین خب معلومه من وقت نه به این حرف این آقا اعتباری میذارم و نه دیگه گوش میکنم به این حرف خلاصه این آقای آخوند چیز برگشته به آقای لاریجانی گفته حالا تا چه حد این اینا گوش میکنن نمیدونم ولی انقدر این آشور بوده که دیگه خود اینام به صدا در اومدن البته آقا عراقیه شنیدین که آقای آیت الله اردبیلی هم که فوت کرد بعد از در سن 90 سالگی بیمارستان بود و چیز بود ولی اینش اصلا برام برا مهم نیست اونم یه جرسومه فسادی بود که توی اه اه خیلی کشتارا شریک بود اصلا شما اگه بخواید حسابش بکنی اگه من از شما سوال بکنم خالی <applause> آدم بیشتر کش یا این اردبیلی شما کدوم رو مثلا چیز میکنی؟ من میدونم اردبیلی بیشتر. چون دقیقا اون معتاد رو مثلا به آره. حالا به خود حساب میگفت مواد مخدر میکش ولی این مغز میکش آره. میدونی؟ حالا بینی چیز... چیز... سیاسی چیزی اینه بعد خب این طول عمرش هم بیشتر بود طبیعتا خیلی خلاف های بیشتر هم کرد حالا خلخالی زود به درک واصل شد اما این آقای اردبیلی که فوت میکنه شما فکر کنین در میهن ما دو روز ازای عمومی برای این آقا اجرا میشه رادیو و تلویزیون و پرچم و خلاص همین صحبت ها ما چند تا آدم توی اراق کشته شدن توسط حالا همین که از زوارم بودن چقدر آدم توی این قطار سمنان کشته شدن یعنی اینا همه به قدی آقای اردبیلی نبودن برای اینا ازای عمومی اعلام نشد اینجا از خودی اینجا از درناکه بردی. یعنی این همه ایرانی حالا تازه اون ادم که تو عراق کشته شدن که از بالاخره قول خود اون عقاید شما رو داره حالا نمیگم همه چون واقعا خیلی به خاطر عقیده خودشون بود اصلا با جمهوری اسلامی شاد کاری نداشتن اما شما واقعا اینا قد این یه آقای اردبیلی نبود که دو روز براش از عمومی گذاشتین؟ خلاصه اینم که حالا جالب اسم آقای خلخالی رو وردی آقای آزادی اینو بگم میدونی که آقای خلخالی یه نفر پروندهشو رو میاره صادقبا آره, س... س... آره صادقبا بود آره دیگه صادق صادق عبا و صادق صدا و صادق عبا. دقیقاً <applause> ایشون یه نفر میره توی البته میگن از مجاهدین بوده حالا یا دروخش نمیدونم من واقعا اینو بدون چیزی میگم آگاهی کامل میگم ولی به هر جای، یک شخصی میره حساب این آقا رو در میاره میبینم پنج میلیون تو حسابشه اون موقع ها یا 8 سال پیش خب این اون موقع اختلاس کرده بوده حالا از کجا پیدا کرده توی خونه های بیچاره ای اینایی که مونده بودن با خودش ساواکی بودن یا چه میدارم یا ارتشی بودن هرچی پول نقدی میگونه توی حسابش وقتی دستش رو میشه میده چی میگه؟ میگه که این پول مجاهدین ریختن تو حساب من که منو بدنام کنن به. آره گفتم ولی کاش که این مجاهدین حساب ما هم بریسم. <تصفح> یا توی, هم توی ببین آخه ببین چقدر آدم باید باشه 5 <applause> میلیون اونم 5 میلیون موقع خیلی پول بود الان که دیگه هیچ میلیارد میاد دیگه اصلا میلیون خنده داره ولی کلند. یعنی اگه اونم مونده بود حالا باورم کنه حالا میلیارد که سر زده بود اصلا دیگه فکر کنم من دنیا رو هم خریده بود ولی کلا این مردک برگشتو گفته بود نه اینا مجاهدین کاری کردن که منو بدنام کنن <applause> اه... رئیس تظاهرات این خیلی جالبه رئیس تظاهرات حکومتی گفته که بیشترین میزان قاچاق در کشور مربوط به یقه سفیداست میدونینم که یقه سفیدا کی آخوندا دیگه آقازاده ها و آره آقا و اونایی که در دولت هم اینا دیگه بله خلاصه اینم گفته آقای احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل تهران دیدن که خیلی تو ترافیک ایران خشونت زیاده بعد خلاصه این آقا مسئول همین حمل و نقل و به شورای شهر تهرانه بعد برگشته گفته که گرچه ترافیک خود مثل علت که خودش ترافیک میتونه باشه یکیش کمبود فضای تفریحی آلودگی هوا آلودگی صوتی یعنی همین بوخ زدن شما این بوخ که میزنن آدم دیوانه میشه شما فکر کنید توی یه بنبست یه جای میرسی یه ترافیک میشه همه با هم بوق میزنن چون حوصله ندارن دیگه مم. بعد خلاصه گفتی این آلودگی هوا و آلودگی صوتی و خلاصه وضعیت معیشتی اینا همه عامل خشونت که به اصطلاح اینا بشن اما بزرگترین بزرگتر از همه اینا متاسفانه اوضاع اقتصادی مردم باز آفرین که این حرف رو زد میگه یعنی همه اینا که گفتیم ترافیک و آلودگی صوتی و چه میدونم این همه صحبت ها و نداشتن فضای تفریحی و همه اینا به کنار ولی چون مردم مسائل اقتصادی مشکل دارن باعث شده که خیلی خشن بشن و خشونتشون زیاد بشه که البته حرف درستیه روزنامه بریتانیای دیلی میل خیلی جالب بودیم برای من یه نفر از کره شمالی فرار کرده رفته گویا بریتانیا حالا اون این گزارش رو داده به اینا که خب توی, بر... توی بریتانیا توی دیلی میل نوشته شده بود 130 پزشک کره شمالی هر روز و به طور دائم وضعیت جسمی این آقا توپلو رو بررسی میکنن آقا توپلو؟ امین رئیس جمهوریشون چیه آقای چیه؟ آها کیم... کیم جون کیم جون ای آره خب دیدین خیلی توپل شده یعنی میگن از زمانی هم که جایگاه پدرش رو گرفته به مراتب وزنش بیشتر شده بعد به خاطر مسئله همین اضافه وزنش دچار بیماری قلبی و دیابت شده و بعد اینا دوست نداره که به بیرون از کشور درس کنه و بفهمن این مریضه سعی میکنه که خودش خیلی قبراق و سر حال اینا نشون بده خلاصه میگه که بسیار این آقا شراب دوست داره عاشق شرابه و مرتب شراب میخوره و آره غذاهای چرب و اینا بعد مردمش که دیدی یه مدت نشون میداد که مردمش چمن چمن میچیدن میخ... درست میکردن میخوردن از گرسنگی خلاصه این آقا اینقدر میخوره که الان وضعیش بعد 130 پزشک روزمره ازش آزمایش خون و از چیزای دیگه میگیرن به خاطر که این آقا مبادا دچار سکته قلبی یا مغزی بشه به خاطر هم قندش و هم اضافه وزنش و قلبی بیماری قلبی بله خلاص اینم از این و حالا یه سری خبرها هستش که کهنه شده ولی بیخیال رئیس جمهور روسیه آقای پوتین کاری کرد ایشون یک اسب سفید از برترین نژاد نژاد اسب روس به آقای دونالد ترامپ هدیه کرد بیا. بله به خاطر ای که به ایشون به این پست رسیده و رئیس جمهور امریکا شده یک اسب سفید و بعد میگه این ممنوع بود که این از روسیه بیارم بیرون اما وقتی که با هیئت دولت صحبت کرد و گفت این هدیه است برای آقای ترامپ اینو با یک فروند هواپیمای نظامی روسی به کالیفرنیای آمریکا منتقل کردن بهای به این اسب روس 10 میلیون دلار برآورد شده. 10 میلیون دلار. با احتمالاً حالا بعدا توی یکی از جنگ‌ها پیدا میشه. می‌بینی یه نفر با لباس سفید مثلا میگن ما حسین مثلا اومد یا مثلا نیروهای غیبی اومدن. حالا با گفتم حالا اسب آه. کجا پیداش میشه؟ آه. حالا جمع زب کنیم. آغیتونه تو ایران تو جنگ ایران عراق. اینا یه مثلا بعضی روز ملافه میپوشوندن این اسب سفید چاپ می‌کردن بیچاره رو خام کنن بگن که بفرستنشون سر مین و توی بیچاره. آقای آزادی چند روز پیش یک گز... یک به اصطلاح چیزی برنامه رو پخش کرد از آقای مجید مجیدی این کارگردان فیلم حضرت محمدی خار آره که واقعا خندهدار بود مزهک بود و واقعا بقول قول سویده بیلیگ بود این آدم اما ایشون نشون داد خب رفته تبت و یه سری مسلمان های تبت اومدن جلوش و بعد اشاره میکنه به اینکه تبت یه کشور حالا اینو میگم برای اونا که ندیدن یا نشنیدن ایشون گویا در یک سفری که به تبت داشته اونجا کشور تبتی کشور بوداییه ولی یه عده در درصد قلیلی مسلمان هست که همم هم شیعه هستن گویا از دیدگاه یا آقا یا حالا اون دیری این آقا دیده ام. خلاصه تحت تاثیر قرار میگیره و اینا گفتن که ما خب دیوانه و شیفته و عاشق امام حسین هستیم و آقا امام حسین فلان امام رضا امام رضا امام رضا ولی نه در آخر صحبتش هم حالا امام رضا هم شاد گفته ولی این نمیدم حالا تا چه حد اینجا شنید من جای دیگه یعنی کامل شنیدم ایشون در آخر حرفاش میدونی به چی اشاره میکنه میگه که اونا از من خواستن یه فیلمی درباره امام... امام حسین درست کنم حالا آها. اونا خواستن آه. از من خواستن ماشه. حالا این عشق و عزادن فیلمه کو چطور تو خودت یه کارگردان بودی ببین زمانی که آقای آزادی یه کارگردان بعدم الان دیگه موبایل‌ها دیگه تو دست همه هست چرا یه فیلم از همون تبدی که گریه و زجه میزدن نگرفتین نشون دقیقا بابا یه فیلم میگرفتی بعدم آقای مجید مجیدی که خود هم یکی از اون آخوندهای جنایتکار بدتری شما رفتی توی مم. کشوری که میلیاردی بودیسم هست ولی به قول خود شما مقدار قلیلی مسلمون اونجا دارن در آرامش زندگی میکنن آیا شما اجازه میدین باهای های ما توی ایران زندگی آرومی داشته باشن؟ دیدین چی گفت طرف رو وقتی مردن هم دیروز گذاشتم بله دقیقا مملکت ما چطور شما توی کشور بودیست میرین که میلیاردی بودیست تو سراسر سر دنیا هست بعد اون مسلمان ها اونجا با آرامش دارن زندگی می‌کنن ولی شما آیا همین آرامش رو به اون بهایی ما اهل تسنن ما مسیحی های ما حالا بیشتر در رست خب که خب بهایی که واقعا در مورد ظلم واقع شدن چجور اونو دیدی اینو نمی‌بینی و بعد حالا این همه اجز این که آقا جان سر کیسل رو شل کنین یا یه ده 120 میلیارد دیگه به من بدین حالا فیلم محمدشی که اصلا هیچ یعنی که نمیدونم شنیدین حالا یه گزارش مثلا دارم از زمین فیلم مح... فکر فیلم میکنم فیلم... فیلمی که درست کرده با بهترین ماتریال با بهترین پول با بهترین صدا بردارای خارجی و چه میدونم تصاویر گرای خارجی و هزار تا کمک از خارج گرفت فکر میکنم که حالا چی دنیا رو عوض میکنه ولی اصلا چی نشد خیلی دار بود خنده دار از نظر نه که باره 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 از نظر کاری اون چون اومده یه چیزی درست کرده که اصلا دنیا بهش اهمیت نداد حالا یه بودجه دیگه میخواد درباره کربلا چیز کنه رو زده به تبتیا و بومیا اونایی که مال اونجا هستن او خانم میگیرن دیگه وسط چند نفر دیگه میلیونر میشن آره. جالب این که میگه جنجال بر سر فیلم حضرت محمد که توسط مجید مجیدی با بودجه 120 میلیارد تومانی ساخته شده در ترکیه سر بسیاری به پا کرد این فیلم در ترکیه در یک سینما که دارای 378 صندلی بوده در حالی که فقط 361 صندلی یعنی از اون سینما یعنی خود سینما پر نشد ترکیه مهم. مسلمونا در حالی که این اینقدر فروش رفته متهم به شیعه گری در این فیلم شده و آنها ترکایی که اونه این فیلم رو دیدن معتقدن که حضرت محمد را کارگردان به شکل هالیوودی نشون داده و اصلا این فیلم نه ارزشی نداشته و نه اینقدر بودجه برای یه فیلم گذاشته که خود ترکیه یعنی ترکیه 378 تا صندلی هم پر نشد شما ببینین اینو بعد شما فکر کن مثلا تو ایران این فیلم موقعی که اکران کردن بلیتشو مجانی در اختیار شرکت ها و مدارس و اونجا و مدیرا و اینا گذاشتن که مردم برن سینما رو پر کنن که واقعا هم نشد الان یه فیلم فروشنده ساخته شده میگن رکورد زده این فیلم ما جدید زدیم. آره مارد. خلاصه منظور یعنی حالا داره دنبال بودجه برای کربلا بره <تصفح> اونجا فیلم درست کنه تو اونجا که نمیره میره جای دیگه ولی کلا خبر خوش حوزه علمی مجهز به سیستم کامپیوتری شد <تصفح> بله سلام. میگن که حوزه علمی مجهز به سیستم کامپیوتری شد و از این به بعد هزاران آیه سوره حدیث و اینا در این سیستم کامپیوتری محفوظ باقی میمونن و ضبط میشن و رساله آقای خمینی لازمه که بگم در رساله خمینی به موسیقی اشاره کرده و آقای خمینی در این رسالش گفته موسیقی جز صداهای مشکوکه بعد توی پرانتز به چه صداهایی میگن مشکوک صدای باز صدای روده و صدای روده صدای مشکوکه یعنی صدای موسیقی هم در این حد دونسته صدای مشکوک آره خلاصه سازمان غذا به... آره، غذای ایران هم گفته که زائقه مردم به غذاهای شور، شیرین و چرب عادت کرده در میهن ما به خاطر همین ما متاسفانه در بین کودکان ایرانی 60 درصد اضافه وزن دارن به خاطر همین که شور و شیرین و چرب زیاد مصرف میشه و بالاخره ملکه انگلیس بعد از 60 سال سلطنت قرار شد که تخت تاج به نوه خودش بده نمیشه یا نبه. به نبه؟ آره. نه به آره از پسرش نه پرنس ویلیام اوه. سر دیانا پسر بزرگش باره باره باره. آره. ایشون قرار شده که ملکه الیزابت اعلام کرد و قرار شده که این آقا بشه پادشاه آینده بریتانیا بیلی... آره بیچاره پرنس چارزم بعد خدا آره این همه سب کرد آره. و میگه این باعث تعجب پرینس چارلز و عده دیگر شد و میگن که چون مردم علاقه به پرینس چارز ندارن مخصوصا بعد جریانات دیان پرنسس دیان پرنسس خارب... دیان دیان هم دایا، آره. که گرفت آره این که اصلا میگن اصلا مورد تنفر مردمه <تصفح> بعد در تابستان 2017 لازمه به گفتن از الان دارن مراسم آماده میکنن برنامه ریزی کردن گویا مراسم بسیار با شکوی هم خواهد شد تابستان 2017 مراسم تاجگذاری خواهد بود و این برای این مراسم تاجگذاری هم یک چیز حدود 100 میلیون پوند خرج داره و از دعوتی هایم که شده یه دیشون که من سری تونستم بنویسم آنجلینا جولی هست دیوید بکم هست اوباما و خانمش هستن و التون جان و عده دیگر در این جشن شرکت خواهند کرد بله. بله. خلاصه اینم از این حالا میخوام یه چیز بهداشتی پزشکی بهتون میگم بعد بریم تنانه رو <applause> گویا این آقایون ثروتمند خیلی مشکل پیدا کردن با یه سری خانمایی که با اینا رابطه جنسی برقرار میکنن بعد حامله میشن مهم. خیلی شکایت ها شده خیلی مثلا حرفا زدن خیلی برنامه شده سراسر سر دنیا طرف مثلا میره با یه مرد پولدار بعد دیگه تا آخر اون تامین دیگه به خاطر اون بچه رو داره و خلاص اینا حالا اینا اومدن دست به دامنه دانشمندا شدن بعد کلی هم پول به لحاظ میدونی که خب خیلی از این بسیار انستیتوها پول مردم باعث میشه که اینا فرشکا کنن تحقیقات کنن و بتونن خیلی کارهای تو پزشکی رو بسیار جلو ببرن گویا خب یه عده واقعا راقب بودن که این مسئله بشه حالا کمک مالی کردن یا ایده دادن یا هر چی. خلاص دانشمندان انگلیسی طی دستاورد بزرگی موفق به تولید قرص پیشگیری از بارداری برای آقایان شدند. نبو. مگه نبود جانم مگه نبود قبلا قرصش نبود آها آه الان قرصش اومد بوده نه اوشه. دانشمندان بریتانیایی با تولید قرصی که اسپرم را غیر فعال کرده و از حرکت آن جلوگیری موفق شدن تا در بدن مردان ناباروری رو ایجاد کنند و این ناباروری هم موقت یعنی زمانی که شما بخواید دوباره بچه دارشین حتی این در مورد زندگی زناشویی معمولی خانواده ها میتونه باشه خیلی خانم ها ممکن مشکل دارن نتونن جلوگیری کنن و مرد میتونه این کارو بکنه و این موقتی یعنی اگر مردی دوست داشته باشه که فرزنددار بشه میتونه اون دارو رو قطع کنه و بعد دوباره باز همه چیز به روال عادی برمیگرده ولی این قرصا باز شده که خب خیلی از این میگم آقایونی که پولدار بودن و متاسفانه سری خانمای سعی کردن اینجوری اونا رو چلو خاک مرد. تو سر خودشون هم نمیتونن بگیرن اینا یه ذره دیگه جد ببین خب ب... آره بعضی متاسفانه اینجوریه ولی م... خب علمم اومده توی مسئله آره. بینا کمک کرده آره بشنوید ترانه بشن رو بله بریم سراغ اسمش چیه این حامد همایو آهنگ الکل نگاه. نگاه ما نمی‌دونیم الکل نگاه الکل بله مست دیگه یه دیگه بلد. بریم بشنویم بله من توضیح هم بگم ما یک قطعه کوچیکی بر روی نتمون داره صدایی نه تصویری که امیدوار هرچی هر چی برگرده که الکل نگاه تو یواش داره میپره نماز میکنی منو نادرش میکنم تو را و من کنار تو گمم و از کنار من برو و من کنار تو گمم و از کنار من برو همیشه بی اثر ترین. تلاش من جلای شد دلم گرفته بود و این کلام ها کنای شد همیشه آقابت خودم شکستم و فنا شدم خراب و مست و بیرم و بال کوچه ها شدم خراب و مست و بیرم و بال کوچه ها شدم. Shoulder. نبود تو پرا به این کلافگی دوتا متر سکره ها شده میون چوبه های دار نگاه بی تفاوتت به حجم سرد چشم من جنون مشت آینه قبول میکنم بزن قبول میکنم بزن قبول میکنم بزن Maravilha! بال کوچه ها شده خراب و مست و و بال کوچه ها سکوت میکنم که این سکوت من تری خوشنوندگان عزیز بسیار خانم هلن عزیز صحبت های شما رو ادامه میدیم سپاسگزارم گذارم بفهمید. بله میخوام یک یه موضوع جالبی براتون بگم که یک دوست موضوع دارم واقعا مشکل آدم صد... همه یک از یک جالب تر ولی حالا ببینیم تا چقدر وقت برام پیدا میشه اول شروع میکنیم با ده تا از بدترین دیکتاتورهای دنیا مدن 10 تا دیکتاتور ما زیاد داریم ولی حالا اینا اونایی هستن که خیلی معروفن و مشهورن و خیلی دنیا میشناسنشون ما که تو ایران خودمون صدها دیکتاتور داریم ولی کلا این ده تا دیکتاتور شناخته دی دنیا هیتلر پولپوت پوت کامبوج بوده استالین جوزف استالین از شوروی بنیتو موسولینی از ایتالیا فرانکو اسپانیا ولادیمیر ایلی ایچ لنین شوروی سابق ایدیامین از ولادیمیر ایلی ایچ شوروی ماو از چین و فیدل کاسترو که البته یه دیکتاتور میدوننش یه قهرمان و بعدم این که پرفرید رو دیاز ای چیز مکسیکیه. این چیز مکزیکیه اینم که 20 سال سرکار بوده توی مکزیک چیز بوده دیگه یه دیکتاتور میدونن یه قهرمان رئیس جمهور مکزیک بوده ولی این برای من جالب بود حالا البته این لیست میگم مربوط به قدیمه و اینکه حتما آقایون ما هم بعدا میان توی این لیست یکی دوتا هم که نداریم یک چیز جالبی میخواستم براتون بخونم که این یه آقای هستش پیداش کنم یه آقای هستش به نام آها اه اینجاست یک شاعر اردنی خیلی خنده داره شما میدونی آقای ترامپ دو تا دختر داره دختر بزرگش ازدواج کرده بچه داره و خیلی هم از این هست که میگن خیلی دختر باهوشیه تو خیلی کارا با پدر هم فکری داره و خلاص ولی این دختر کوچیکه که اسمش هم تیفینیه دختر کوچیکه مجردم هست یک شاعر بدوی و مشهور اردنی با سرودن یک قصیده به زبان آمیانی خودشون عربی مهریه سنگین برای ازدواج با دختر رئیس جمهور منتخب آمریکا پیشنهاد داده و شرط عجیب گذاشته برای این کار ایشون این شاعر شاعر به اردنی خیلی مشهوره ایشون برگشته گفته که من حاضرم با دختر آقای ترامپ دختر کوچکش ازدواج کنم اسم این آقا فیله جبور فیله جبور است شاعر اردنی که در این شهر با صدای خودش در شبکه های اجتماعی حرف زده منتشر کرده و به روش خودش از دختر کوچک ترامپ خواستگاری کرده ایشون برای این خواستگاری طبق سنتشون رسم و رسومشون پنجاه شطور دیویس اسب اسب اصیل عربی چارده هکتار زمین صحرایی رو به عنوان مهریه نه که الا بده ها به عنوان مهریه یعنی هر وقت خواست طلاقش بده اینا رو بهش آره بده. آره من طلاق دادم بعد این اسب گاو شطورا کجا ببریم بیچاره. خب حالا بله بفهم. آره, آره, آره خلاصه اینا رو پیشنهاد داده به عنوان مهریه که به این خانم بده. بعد تنها شرطی هم که از این دختر خانم داره بعد از ازدواج هیچ چی گفته ازش نمیخوام و تنها چیزی که من ازش میخوام ایشون که این عروس خانم بعد از ازدواج و ورود به صحرایی که تو اون آقا زندگی میکنه صحرای محل... محل زندگی ایشون باید حتما حجاب و نقاب داشته باشه. تنها شرطشه. چرا؟ چون از دیدین آقا این خانم بسیار زیباست پوستی خیلی روشن داره خیلی خوشخیافه است و حضور این خانم بدون هجاب در قبیله اون باعث میشه که جنجال به پا بشه قبیلش هم قبیله جبور هست چه روی هم داره یعنی د... میخواد دختره رو برداره ببره آره ببره تو صحرا تو صحرا چادر بعد از, مخصنه... آره. از اون آره. ساخت خونه اینا بعد آره. نقاب و چادر هم سرش آره. کنه بعد هم که از هم گفته این مهریه هم که گذاشته خیلی دیویس اسب عربی و 50 تا شتر بردا چاردن... ارتش و آمریکا هم نمیتونه برایش دردونه آره 14 هکتار <laughs> بعد هم چی گفته فقط بعد حجاب مقنع... چیز کنه حجاب کاملی هم داشته باشه روبنده هم بذاره برای اینکه مردا اونجا میبینن جدال به میشه بیا خب میدونه خودش هم میدونه فرهنگ میشناسه دیگه بله ما شنیدیم خیلی جدال شنیدیم حالا خوبه زنا نمیتونن چهار تا شوهر داشته باشن وگرنه دیگه قضیه خرابتر میشد آره خب بعد... میگم با ببین یه آدم با چقدر فکرش بیمار بی باشه اونم دختر ترامپی که اون شما دیدی که اصلا بماند یعنی واقعا آدم بعضی وقت بعضی چیزا رو میشنوه نمیدونه با چی بگه جدال در هند بر سر واژه ترسناک طلاق برای زنان مسلمان این میگه قانونی خب میدونی هند یه چند درصد مسلمان داره که خب خیلی هم گویه فعال هستن توی همه کار این قانون طلاق به مردان مسلمان این اجازه رو میده که با گفتن تنها سه کلمه زنان خود را بدون پیامد پیامد قانونی طلاق بدن این مسئله خیلی خانم هند نگران کرده گویا این مسئله که شما میتونی به سه بارک بزن بگی طلاق 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 این تمامه بر اساس شرع و دین اونایی که دارن میگه این کلمه یا همون واژه واژه طلاق میگه حتی اگر به شکل شفاهی هم او آقا به خانمش نگه اسمسش هم اگه بکنه به قول یلا میکنه شما فکر کن بعد میگه این مسئله متاسفانه باعث شده که خیلی طلاقا به این شکل صورت بگیره و این مسئله این واجه طلاق شده یه واژه ترسناک و خوفانگیز برای خانمای مسلمون هندی و از دولت خواستن که با این مسئله برخورد جدی بشه که مثلا طرف حالا میره دیگه خوشش نمیاد با این خانوم میگه که آقا طلاق 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 تمام شد یعنی برو دنبال چه میدونم با ایرانیا برو کش کته بساب هیچ خلاصه آیا تا حالا دقت کردین که توی گی پی ها و توی تمام چیزهای کامپیوتری از صدای خانوم استفاده میکنن؟ خب بخوای مردوناش هم میشه خب. خب. معمولا زنه بله بله مثلا توی تونل بانا توی ها توی اینا اکثرا خانومه که صحبت میکنه یا مثلا چرا در مترجم گوگل تلفظ تلفظ توسط یک خانم صورت میگیره شاید برای شما خیلی جالب باش که بدونید که توی خیلی اپلیکیشن های آیفون هم یه خانم مهربان صحبت میکنه نه یه مرد و توی مترو اتوبوس و خیلی جاهای دیگه در فرودگاه ها خیلی جاها هستش که یعنی اگر 100 درصد 90 درصدش حداقل خانم ها هستن میگه در واقع دلایل زیادی وجود داره اما دلیل اصلی احتمالا مسائل بیولوژیکی هستش تحقیقات نشان داده انسان ها به سادگی در مقابل صدای زنانه واکنش نشون میدن و علت اصل این واکنش هم برمیگرده به دوران جنینی که یک کودک در شکم مادر صدای مادر رو میفهمه و عادت به صدای مادر میکنه برای همین خیلی براش دلنشین و جذابه برای همین هم از که آقای اون چیز کردن اون کسایی که این کارن این, تشکیل، این کار رو تصمیم گرفتن به خاطر اینکه اون اثر رو بیشتر میذاره میدونید ب... که الان جی پی اس ها بعضی چیز اومده الان جی پی اس درست کردن بعضی یکی از همین نام ایفه یا تر... یکی از ایناست در هر صورت صدای بچه گذاشته اون جایی که مثلا مدرسه و اینا هست یهو یه بچه میگه اینجا رو یواش برو ما بچه های مدرسه اینجا میگه خیلی هم تاثیر گذاشته مردم از مردم خیلی پاسم. به نظر من خیلی کار جالبه چون وقتی بچه ها میگن خیلی اثرش بیشتره من فکر می کنم زیاد وقت ندارم ولی چیز میکنیم دیگه من اه 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 یه سری مطالب هست برای بعد امروز آهان راستی من اینو بگم در کمپلت شبکه های اینترنتی الان اختلالاتی هست که صداها قطع از میشه برنامه قطع از میشه ممکنه <applause> کامپیوترتون درست کار نکنه اینترنت ها یه ذره بهش عموم بدین چون دوستان از جای مختلف زنگ زن زدن با شرکت های مختلف اینترنت دارن از بانهوف من مثل که اگه اشتباه نکنم کمهم و تلتو چیزهایی گفتن که یه قطع و هست که امیدوارستم که درست بشه بله بله نیازمندیام نداریم امروز. خب پس تو قطع و هست میشه نه خب من هم هفته پیش نکمدم من طلبگاه آره راز میگم هفته بیه طلبگاهی قدر آره. اوکی ببخشید که نیازمندی ها امروز نمیتونیم داشته باشیم آره. بله بعض ببین بعضی وقات یه چیزایی من به شکل تنز میگم امیدوارم به بعضی بر نخوره چون واقعا اینا همه جنبه تنز داره و جنبه چیزی نیست که گاهی اوقات بعضی اوقات بعضی چیزا آدم باید فقط بخنده و بگذره پسر میگه بابا اگه 200 میلیون برنده بشی چیکار میکنیم؟ باباش میگه پاریس ویسکی جنیفه لوپز پاریس ویسکی جنیفه لوپز خب حالا بعد پسری میگه خب بابا اگه برنده نشی چیه بابایی که خیلی حالش گرفته دماغه میگه هیچ خونه چای ننت چه مرد بدی بوده خیلی مرد بوده خیلی آموزی داشت از این قضیه مرد بدی والله هیچ جاب مثل خونه نیست چای <تص> هم نیست یه زن خوب خوش اخلاق نیست واقعا آه. از وقت... چای خوشمزه تو خونه آدم آروم نشسته باشه راحت کنین. آقای آزادی من مهمون داشتم برای بقیه خب به همه انواع اقسام نوشیدنی بود از ویسکیش گرفته تا شرابش بیلیزش چنم کلاش اینا ولی من این چایی رو که میخوردم باور کنین لذت که من میبردم اونا نمیبردم آخه میدونین چرا به خاطر اینکه چیزه به خاطر اینکه اون چهار پنج تا هم قند و شیرینی آدم باش میخوره آه. من اصلا چایو به عشق قند و شیرینی اصلا من ش... ببین همه دوستان میدونن هر جا مثلا یه بعضی جا بینم اینا کشمش گذاشت میگم بابا جان قند بیار من واقعا شاید به خاطرم هم از که چای رو میخورم ولی دقیقا. نه ولی واقعا مزه چای یه چیزی دیگه است م. میگه صبح دیدم بابام داره نماز میخونه و هی دعا میکنه و اشک میریزه آخه تا من دید گفت خدایا اینا هاش همین خود بی شعوری درباره <تصفح> بچه پسرش صحبت میکرده دیگه خود بیشعورش اومده اومد آه. آره ببین بچه بیچاره چه اعتماد نفسی یعنی دیگه هیچ اصلا اعتماد من اصلاً میده دیگه خب میگه آقا سوریه رفتن که تعطیل شده ار هم که داعش داره و کسی دیگه نمیره حالا بماند این هم رفتن اینجوری شد حجم که تحریم شده و کسی نمیره یکی به من بگه الان تو سازمان حج و اوقاف و زیارت کارمندا دقیقا چی میکنن راست میگه والا خرف منطقیه بعد میگه فکر کنم دارن هماهنگ میکنن برای امامزاده داوود آره دیگه جایی ندارم برم دیگه آره خلاصه حالا اینم بگم آخریش میخوان میگم میکنن برای امامزاده داوود آره دیگه حالا بعد دیگه کار میکنن چون میخوان این پولا رو بگیرن دیگه اینا کارشون دیگه مفخوری بعد یه کاری بعد بکنن دلیل میسازن دیگه بهانه میارن میگه زنه به شوهرش میگه ببین عزیزم از حاج رحمان همسایی یاد بگی از پس زنش دوست داشت بعد فوت زنش یه مسجد ساخت به نام زنش شوهرش میگه عزیزم زمینش خریدم آماده تاخیر از شما آخه همش این خانم چی دار میزن گردن شوهرش آره بیچاره آره بالا آره خلاصه میگه وقتی توجه 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 وقتی یه زن بهت میگه برو هر کاری دلت میخوای بکنی بکن آقا گوش کن هر کاری میخوای بکنی نکن بی حرکت بمون پلک نزن نفسم نکش فقط خودتو به خودتو به مردن بزن, بزن که دیگه تمامه آره این از وقتی دل... میگم برو هر کاری دوست داری بکن آره این... این, کلمه خیلی چیز توش خوابیده گوش کنید گوش کنید نگین نما نگفتی. نمیتونی راحت بگین آقا این کار نکن واقع. که بعدا دعوا نشه حالا یه سوال دیگه بیا. دقت کردین هر چیز بزرگی رو تو فرهنگ زبان ما با خر مقایسه میکنیم مثلا میگیم طرف خرپوله خرخونه خرمخه مم. مم. خرکاره واقعا اینو ما خیلی شنیدیم آمیانه تو ولی من اینجا رو برای چی میگم حالا بحث نداره حالا اون که هیچ ولی میگه من نمیدونم چرا وقتی که به صندوق میرسه همه میگن گاو صندوق چرا نمیگن خر صندوق راست <تص> میگه <تص> چرا گاو برای خب صندوقه؟ احتمالا میخوان چیز کنن دیگه میخوان رایت چیز بکنن که این همه همه هیمونات گاوا نارد نشن دقیقا <تصفح> خلاصه این یه پرسیشی بوده که یکی از این هم ما خیلی برای جالب بوده تو اینترنت پیشتی بود گفتی آقا چرا؟ راست میگه درست آره. لحظه آخر تبدیل میشه به گاو یه, یه دونه دیگه هم از جالبه میگه تا الان دقت کردین تنها جای دنیا که کسی با کسی شوخی نمیکنه کسی با کسی حرف نمیزنه جاشم به یکی دیگه نمیده و قیافشم فوق العاده جدی کجاست صف دستشویی <تصفح> دقت کردیم وقتی تو صف دستشویی ایستادین اصلا همه دعوا دارن آره خلاص میگم هم دارن بعضی وقت یعنی این مسئله خیلی طبیعیه که ما انسان‌ها برای خودمون خیلی گندش کردیم قضیه رو آره به هر جهت اینم از این یک داستان کوتاه صادق هدایت واقعا یادش بخیر خوشحال میگه یکی از همکاران میگفت براش تعریف کرده بوده میگه بچه که بودم روزه داشتیم من خوابیده بودم بیدار شدم دیدم بابا بد جوری گشنمه رفتم تو آشپزخونه آقا خوابالو بودم دیگه چشم ندید پام رفت تو سینی حلوا یه سینی حلوا گذاشته رو زمین مام پام رفت توش آقا کف آشپزخونه پر سینی حلوا نظری بود و تو یکی از اون پای این آقا میره میگه من دیدم که گند زدم به کار یهویی با یه پا هم توی لنگون لنگون پا رو بالا گرفتم و دویدم تو اتاقم یه پارچه برداشتم و پام پاک کردم و اصلا شطور دیدی ندیدی اصلا صداشم میگه در نعی که ناگهان صدای جیغ و داد و حوار به پا شد میگه از ترس مردم و پیش خودم گفتم داد بیداد که گندش در اومد حالا و با حال و ترس و یک حال زاری واقعا از اتاق بیرون رفتم که ببینم اخه جریان چیه مثلا خب اینا بو بردن دیگه میگه وقتی رسیدم دیدم همه دارن میزنن تو سرشون خانمایی که اونجا بودن همسایه‌ای که بودن هم مشغول حلوا پختن بودن میگه دیدم چند نفرم قش کردن رو زمین افتادن و پرسیدم آقا چی شده و گفتن حضرت اومده پاشو گذاشته تو سینی حلوای نظری بوده آه بعد میگه اون سینی رو با همه حلوه یه دیگه قاطی کردن چون گفتن پای حضرت رفته تو این تبرک شده با بقیه حلوه هم قاطی کردن و خلاصه شروع کردن ذره ذره به همه دادن و که از این حلوا بخورن تبرک بشه چون پای حضرت رفته همه چی رو شفا میده <تص> میگه بابام هم هی میگه بیا پسرم تو هم حلوا بخور بدبخت بیا <تص> بیا شاید این یه خورده این مخات شفا بده و عاقل بشی خلاصه التماس تفکر واقعا واقعا آره از صادق هدایت بود جالب بود خب من جدی جدی چقدر وقت دارم؟ جدی جدی هفت دقیق خب عالیه شوخی شوخی هشت دقیق <تصفح> خوبه میگه که دو تا داستان کوتاه میخونم و بعدش می بیریم سراغ اون پرسشا میگه پرسش داشت سخنان آخر میگه که متوسط عمر عقاب 30 ساله و متوسط عمر کلاق 300 ساله جدی؟ بله یه کلاق 300 سال عمر می‌کنه کلاغ و لاک دروج محله ما نه اونو بیچاره دو هفته‌ای بیچار با گوله زده بودن یه جور با تفنگ بادی نیست. کلاغ و لاک پشت میدین لاک هم یه گایم شوخی میکنن دیگه میگن لاک اینقدر عمرش طولانیه به خاطر اینکه آروم استرس نداره دقیقه خرگوش ها زود میمیرن لاک پشت ها میدین خرگوش خیلی عمرش کوتاس خیلی کتا چون همش در استرس و بودو بودو بودوه. ولی لاک پشت اینه ولی واقعا کلاق اینجوریه میگه عمر متوسط اقاب سی ساله و عمر متوسط کلاق سی ساله آقای آزادی ببخشید من اینو قطع کنم اون موزیک اگه بله آماده است نه نه اونی که آرومه دیگه آرومه نه بدون بله. کلامه بله بله, میتونیم داشته باشیم در حینی که من اینار رو میخونم بله بعد اون ترانه آخر میذاریم برای سخنان آخراره سنبست. خلاصه که عمر کلاق 300 ساله میگه عقابی در بالای قله رفیعی لانه داشت عقاب به پایان عمرش نزدیک شده بود اما نمیخواست بمیره خیلی بدش میمد ناراحت بود از این مسئله و بیاد آورد که پدرش از پدرش که او هم از پدرش شنیده بود در پایین قله یک کلاق لونه داره که این کلاغا چهار نسل چهار نسل خانواده این اقابا رو دیدن زمانی که این پدر برگشت به این به چیز گفت به این اقاب گفتش که این کلاقی که پای درخت زندگی میکنه چهار نسل ما رو دیده اقاب خیلی کنجکاو شد و براش جالب بود چرا کلاق این همه عمرش طولانیه و چرا این انقدر عمرش کمه و در دلش حقیقتا به کلاق حسادت کرد تصمیم گرفت بری به نزد کلاق از کلاق بپرسه رازش در چیه چرا اینقدر عمر این کلاق طولانیه بنابراین عقاب بال گشود و در آسمان به پرواز درآمد. شکوه و عظمت آقاب بر کسی پوشیده نیست. با پروازش در زمین حیاوی به پا شد. پرندگان با حسرتی آمیخته با ترس به لای درختان گریختند. خرگوشا و آهواس سراسیمه به دل جنگل پناه بردند و چوپان در حالی که مسیر حرکت عقاب را نگریزد به سوی گله دوید اما اقاب عقاب را اندیشه دیگری در سر بود اقاب اصلا با اون کاری نداشت اقاب میخواست بره پایین میخواست بره با کلاق صحبت کنه خلاصه به خونه کلاق رسید به لونه کلاغ کلاق با وحشت و تعجب به عقاب نگریست و بگش گفت چه امری این افتخار و نصیب من کرده به اقاب گفت اقاب داستان رو برای کلاق گفت و از او خواستش که راز عمر طولانیش رو برای اون فاش کنه کلاق گفت که این کارو میکنم اما شرط داره تو باید در کنار من باشی و هر کاری من انجام میدم تو هم انجام بدی تا عمر منو به دست بیاری اقاب پذیرفت پس باید اقاب از این پس با او هم زیستی کنه و با او همراه بشه اما زندگی کلاق کاملا با زندگی اقاب متفاوت بود اقاب که همیشه در اوج آسمان ها بود و گوشت تازه میخورد و از آب چشم ساران می نوشید حالا بایستی با کلاق یه شکل دیگه زندگی کنه دید که کلاق چگونه دزدی میکنه دید چگونه کلاق تحقیر میشه دید که کلاق از گوشت تازه نمیخوره پس موندهی لاشه ها رو میخوره و از آب لجن مینوشه او در طول یک روز زندگی با کلاق همه این تجربه ها رو به دست آورد آقاب او در همان روز اول به این نتیجه رسید و دانست که زندگی و فرمان کوتاه خود در بلندای آسمان را هرگز با زندگی طولانی در نکبت عوض نخواهد کرد آفرین آفرین اوقا به این نتیجه رسید که عمر کوتاه با عزت به از عمر طولانی با خفت است بسیار زیبا بسیار زیبا بسیار زیبا همین موزیک رو داشته باشید من ترانه چیز آخر دیگه باید. نمیخواد موزیک عوض کنیم در صد کمی از انسانها 90 سال عمر کنند. ما بغی رو یک سال نود بار تکرار میکنم متاسفانه <applause> بزرگترین مصیبت برای یک انسان اینه که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشه و نه شعور لازم برای خاموش ماندن <متصف> امان از این آدما قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنی لطفا کمی با کفشای اون راه برو افراد چاپلوس در درون همان گرگایی هستند که به سگ شباهت دارند یادتون باشه فری به آدمای چاپلوس نخورید حرف مردم مانند موج دریاست اگه مقابلش بیستی خسته میشی اگر باشم همراهی کنی غرق میشی پس رها کن خودت باش بسیار زیبا و در نهایت توجه 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 بی یک عدد رفیق پا برهنه که ریگی به کفشش نیز نیاز مندم <applause> بسیار سپاسگزارم از <applause> حضور شما آرزوی موفقیت براتون دارم بسیار ممنونم که اینقدر زحمت میکشید و در هر حالتی در کنار ما هستید امیدوارم هستم که همیشه موفق و پیروز باشید و بتونیم هفته آیندم در کنار شما عزیز سپاس باشید سپاسگزارم شاد باشید موفق و پیروز باشید خیش. دوستان عزیز میرسیم به تقریبا بخش آگهی های تجارتی و بعد از اون هم میریم سراغ اخبار رادیو اسرائیل و با پوزش از اینکه بخش نیازمندی ها رو امروز نداریم سپاس گذار از شما